شهر ما در میان سینش دل چه آینه زشکی از چشمان زرنج یک انسان چو سایه لرزان به سینه می لرزان قهرمان شهر ما قهرمان شهر ما پی نجات یک بشر به تب به دامن خطر میان آه و ناله ها که می نهد به دل اثر همیشه می برد به سر چون حماسه حماسه هاست آری او قهرمان شهر ماست قهرمان شهر ما پس انگار دختره یه بلایی سرش اومده چی کار داری میکنی داداش من سر کار نمیری دیرت میشه بازه دختر خوشگل دیدی از خواهد چی گفتی؟ دختر خفه بنام خانم چه اتفاقی افتاده چی شده خواهش میکنم کمکم کن الان خانم 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 چیه گرد خاک رو انداختی او تو موز ماشین بویی شکرت هم برم یاد خیلی برم شما چی بگی بشون 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 میگم این کار تو نیست باش که اومدی باری کنف کردی زیاد زر میزنی بشین سر جمع خیلی افوش کردی فرمونه بگیم فرمونه بگیم اما خیلی مواظب باشی ها بگی طرف شده بسی گفتم بگی بغله خیلی قبا از کمکتون خیلی متشکرم شما من از مرگ نجات دادید اگه شما نرسیده بودید من مرده بودم بح داداش شما ببینی دشمن نوره‌ای که اسرائیله تا حالا صد تا دختر خوشگل هم مرگ نجات داده بسه کم تر چه خواهم بکن بچه باز بارو کنف کردی بله خب را بیفرم ببخشید من چیکار کنم دیگه چی میخواستین اما تا اینجا شماما بود بقیشم بگین که سو کارتون واسهتون درست بکنم خب به من بگین چطوری؟ خیلی خب داشتم باتون میام خیلی ممنونم خیلی مجدد تو نریم آقا ببخشید من برادرتون رو میرسونم خونه پس مواظب باش در نره خدافز شما خدافز
بیا بالا. چجوره بیا نردبون بذارم. میکنم داشتم برسونه به دکتر. بعد وقتی که رمق براش نمونده نمیتونه سر خوش باشه. فقط دکتر بیانش برابر. ممنونه. متشکرم آقا. قربون دارم. خیلی ممنونه. الان میرسونم به دکتر. بله، چشه. نمیدونم. دفعه سوم چه سکته میکنه. حالا خونش نیفته گردن منو بعد بخیر. نه. اگه زود برسونش به دکتر خودش نمیره. همین بغلی بیمارستان دو دقیقه میرسه. ناراحت. بیمارستان فایده نداره، فقط دکتر خودش میتونه اینو زندهش کنه. به پیش دست را. بازم برو بازم خفتم هفته نفری با نفله به شما دنبالم دو نفر دارم. اون دو نفر کدوم دو نفر؟ همون دو نفر که داشتم دنبالشو میدادم. ولی من که کسی رو نمیبینم. بابا اونا حالش دارن جلو ماشین من. به جای حرفو بهتر اونو برسونمش به دکتر. بفرمایید. ما هرچی بهش میگفتیم یواشتر انگار نه انگار عین خیالش نبود. نیر میگیری یا در میری؟ آره. نامرد تو که داشتی میمردی. بفرمایید دیگه کمک کنید زودتر برسونمش بیمارستان. قراره که گوشتیم یاد نرا به داشتان میگه فردا سر ساعت بیاد اونجا. قربون تو سب کن ببینم تو اینجا چیکار داری؟ میخوام برم پیش داشتان دیگه. مگه رضا اینجا کار میکنه؟ خنگ خدا کارخونه مال خودشه. چی؟ کارخونه مال خودشه؟ دروغو دشمن خداست پسر جون. این کارخونه فقط یک صاحب داره، اونم پدر منه. نه ای داد ویداد خیت کاشتیم. جدی میگی؟ آره. اصلا قمپوز به ما نایمده. 1,000,000 دختر تو این شهر عد زده دختر سابق کارخونه به طور ما خورد. خب اقلت همی بریم تو جلو کارگرها قمپوز بیاد. نه کسی نباید بفهمه. تو اول برو تو بعد من میام. خب باشه. خدافز تا فردا. خدافز. اکه هی به خشکی شانس. سلام علیکم. سلام فسخلی، تو نرفتی بیمارستان؟ بیمارستان برم چیکار؟ دبورا داداشت منتظره. آخه واسه چی؟ برای اینکه یه نفر زیر گرفته، تلفن کرد تو رو بفرستم اونجا. ای داد ویداد، کدوم بیمارستان؟ سلام علیکم. سلام. 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 بفرمایید تا به آقا خبر بدم شما تشریف. من عادت دارم سرزده وارد اتاق پاپا بشم. چیکارش کنم؟ آقا خوب و مهربان و با وفاییه. از آشنایتون خوشبختم. فکر میکنم فتنه بتونه جای مرحوم مادرتو بگیره. پیش تو شاید، ولی در قلب من هیچ وقت. آه دخترم نوشین حق داره، آخه ما در وضع بدی با هم آشنا شدیم. امیدوارم بتونم اعتماد تو رو جلب کنم.
زیادم امیدوار نباش. خب دیگه من امیدوارم ناراحت نشده باشی. آه به هیچ وجه. شاید نوشین با تو کار خصوصی داشته باشه. خدافظ نوشین خانم. یادت نره شب منتظرتم. آه خیلی خوب. روزا من با اون پیرمرد عروسی میکنم. نه تو نباید این کارو بکنی. به خاطر تامین آیندم مجبورم این کارو بکنم چنگیز. ولی من نمیذارم کار به اونجا بکشه. برای رسیدن به تو حاضرم به هر کاری دست بزنم. نه فته زن خوب و باوفاییه، میتونه این آخر عمری منو اداره بکنه. من به زندگی خصوصی اصلا کاری ندارم. من تا میگم یه خودم به فکر من باش پدر. آخه من دختری تو هستم. آخه تو که چیزی کم نداری دخترم. جوونی، خوشگلی، سالمی. اون چرا هم که خدا بهت نداده من بهت دادم. پول، ثروت، موقعیت. ولی این چیزا برای خوشبختی کافی نیست پدر. آخه میدونین من اصلا تامین جانی ندارم. تابستون گذشته تو آمریکا یه نفر میخواست غرقم کنه. هنوزم وارد اینجا نشدم. ترمز ماشینمو بریدن. این فکر پوچ بنداز دور. تو 15 سال اینجا نبودی پدر. آخه کی ممکنه با تو دشمنی داشته باشه؟ الو؟ بله خودم هستم. برادرم؟ بله قربون. یه جوان خدا نشناس زیرش کرد. الانم داره تو بیمارستان عمرش میده به شما. من یه بنده خدا رو. زودتر بیاییم. خدا حافظ شما. چیه؟ چپ چپ نگاه میکنی؟ شناختی؟ بچه رو تو برم. حالا اینقدر بشین تا زیر پا دلف سبزشه. پیشان چی میخواستی بشه؟ رفتم بهش خبر دادم. حالش خوبه؟ متاسفم. چی؟ نه ساعت وقتی بعد وقتی دیوار کوتاه‌تر از دیوارم هم پیدا نشد. بفرمایید برین کلانتری. سرکار به خدا من تقصیری ندارم. اون کلانتری حرفا رو بزن. خب ادامه بدین. بله جناب سرباز. من و دوستم سر خیابون وایساده بودیم، منتظر تاکسی بودیم. درسته؟ آره. یه وقت جیپ اون آقا قرار رسید و پیش پامون ترمز کرد. بدون اینکه حرفی بزنیم گفتش بفرم بالا سوارشین. درسته؟ آره. بعدش ما گفتیم تاکسی میخوایم. گفتش چی گفت محمودی؟ دکوده چی گفت؟ ما هم تاکسی هستیم دیگه. آره آره درسته درسته. هیچ یادم نبود. بعد من یه چیزی بهش گفتم که حالا یادم نیست. بعد اون یه چیزی به من گفت که گفتش ایشون گفت تاکسی های ولایت شما اینجوریه. اون گفت تاکسی متر نداریم. دلخوری دو تومن بده میرسه. آره درسته درسته جناب سربان. بعد ما هم سوار شدیم. خلاصه جناب سروان همین که سوار شدیم پاچه گذاشت رو گازو نمیدونین مثل قرقی. دروغ میگه جناب سروان. دروغ گوی ناجنس میکشه. لالت بابا بندش بیرون بکش. جناب سروان شاهده شیرم کار نکرده ما میزنه. خب ادامه بدیم. ما دیگه چیزه نداریم بگم قربون. پس بیان زیر اظهاراتتون رو امضا کنیم. چش وقتی اومدم بیرون دنبالشون برو ببین با کی تماس میگیرم. اما واضح باش نفهمنم. خیالت تخت باشه داداش. همچی جیمز باندی تحتوی قضیه رو در بیارم که خودت بگه ایفا. خیلی خوب. سلام علیکم جناب سروا. قربون شما جناب سروا. آقایون میتونم برم. شما بفرمایید. خوب کار از یه رو دادیم. تمومه تموم شد. اینجا رو آی پسر کجا داری میری؟ به تا چه؟ دارم میرم خونمون. دروغ میگه و اجنس داره ما رو تعقیب میکنه. چایدی بعدش هم نفریزی کردی زخم شدی. الان نشونت میدی سگه که باشی.
برش کن میبریم. یه علف بچه چه تومارو دست انداخته. آی گارسون بفرمی. یه کمی خوراک و عرق بیار زودتر. به جان بینم بچه ها اونجا چه میخوای پسر؟ آقای شما عجب منم گرفته. نه با خدا رو خوش نمیاد شما رو با این حال بلتون کنم بریم. بارو که نبینم بارو بینیم. میترسم آخه تصادف کنیم. کمک کنیم. رضا حالت خوبه؟ فقط 10 دقیقه وقت داری. باش. بیژن همه چیزو برام تعریف کرد. من خیلی متاسفم اگه کمکی از دستم برمیاد. تعارف نکن بگو. نه هیچی کاری از دستی ساخته نیست. من اینکه خودشون آزادم کنن. رضا تو یه دفعه جون منو از مرگ نجات دادی. درسته که متهم به قتل عموم هستی ولی من که همینجوری دست رو دست نمیذارم بشینم. آخه من به تو مرگ نمیذارم. فراموش کن. من هیچ انتظار تلافی ملافی نیرم. فکرشم نباش. نه نه اشتباه میکنی. منظورم تلافی نیست. حقیقتش اینه که من تو این چند روز خیلی به تو فکر کردم. بیژن تمام خصوصیت تو رو برای من گفت. خنگ که نیستم. خب میفهمم. اما حرفشو نزن دیگه. من و تو با هم دیگه جور در نمیایم. از اون گذشته هنوز خیلی زوده. بچه که بودم یه ضرب المثل از عموم یاد گرفتم. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. راستی ببینم عمو چه جور آدمی بود؟ مقصودم اینه که کی میتونه باش دشمنی داشته باشه؟ نمیدونم راستش من نمیدونم. اونو درست نمیشناختم. فقط 2 ماهه که اومدم و در این 10 سال اخیر فقط یک دفعه در آمریکا دیدمش. خب اینجام که تیرم به سنگ خورد. راستی بیژن کجاست؟ دمی داره. آخه بچه ها رو تو زندان را نمیدم. وقتی جلوشو گرفتن خیلی دکورایشش. آخه میخوای چی کار؟ تو از سرت ورش دار. بیا اینم کلا. 1 2 3 4 اینم الباقیش میشه 10 تا. خیرشو ببینید. مطمئن باش من هر تو شده رضایت پدرم رو جلب میکنم که تو از اینجا بیای بیرون. اگه تو این کارو بکنی منم قول میدم یه روز قاتل عموتو گیر بیارم. آزادی تو برای من خیلی مهمتر از پیدا شدن قاتل عمومه. خیلی حالا برو ببینیم چیکار میتونی بکنی. به خدا میسپرم. به رئیس زندون بسپرم بابا. خدا بگی این حرفا رو توی کارخونه بازگو کنه کارگرا برامون 1000 جور حرف در میارن. از جانب من مطمئن باشید قربان. نوشین عزیزم با اینکه تو تنها فرزند من هستی متاسفانه نمیتونم با این تقاضات موافقت کنم. ولی رضا هیچ تقصیری نداره. چند نفر عموم و جلوی ماشینش هول دادن. اون برام قسم خورد. چی گفتی؟ برات قسم خورد؟ تو اون کجا دیدی؟ رفتم زندان ملاقاتش. چرا؟ آخه برای چی؟ من بهش مدیونم. اون یک بار جون منو از مرگ نجات داده. ولی تو میتونستی دین تو به طریق دیگه ای ادا کنی دخترم. مثلا با بخشیدن مقداری پول به خانوادهش به بستگانش. ولی آخه اون که گدا نیست پدر. من نمیتونم این کارو بکنم. تو باید حرفای منو گوش کنی. نه نمیتونم. نمیتونم. نمیتونی؟ حالا که نمیتونی از چشمم برو. دختر چه بی حیا. نوشین که بچه نیست. یه دختر بزرگی. تو نباید اینطور باهاش رفتار کنی. میخوام سر به تنش نباشه. او میدونم تو عصبانی هستی که این حرفو میزنی. بیا بریم یه کمی استراحت کن عزیزم. بیا بریم. بریم.
خانم. چی میخوای؟ امیدوارم منو میبخشید که بدون اجازه وارد اتاقشون شدم. خب بگو چی میخوای بگی؟ من برای اتفاقی که برای رضا افتاد متاسفم. اون کارمند ما بود و من خیلی دوستش داشتم. خب به من چی؟ دلم میخواد به اون کمک کنم. حالا که شما همین منظوره دارید بهتره یه وکیل بگیریم. یعنی فکر میکنی وکیل میتونه کاری انجام بده؟ معلومه. اما یه چیز دیگه، قول میدید که پدرتونو در جریان نذارید؟ بله، بله. من حتی حاضرم قباله منزلمو برای قرار آزادیش گرا بذارم. آه راستی؟ آه بله. او خدا جون، متشکرم. متشکرم. خیلی مزرعت میخوام، من اینقدر خوشحالم که نمیدونم چی کار میکنم. پس بیاین همین الان بریم پیش وکیل، شما وقت دارید؟ بله، بله. خیلی متشکرم که به ما کمک کردید. وظیفه‌ام بود. خیلی خوشحالم که شما آزاد شدید. راستی وکیلتون منتظرتونه. مرسی. چنگیز میترسه جاسوسای پدرم اونو ببینه. من میسادم گاهگداری احتیاط کنه. آخه میترسم آقای دیباج ناراحت بشه. خب با اجازه. خدا نگهدار. خیلی ممنونم آقا. مرسی. خیلی از پاپا میترسید. خب بیا زودتر بریم پیش وکیل. بریم باشه. منم میرم جیپو میارم. آخه ما ماشین نوشین اومدم. خیلی خب جلو داره روی کاله میبینه. نوشین دارا. سلام، خوش اومدید. خانم کجا هستن؟ خانم تو حموم هستن. خوش باشین. من میرم ماشین حاضر کنم. هیچ چیز رو فراموش نکنی. نه، تمام ماجرا همین بود که گفتم. دیگه چیزی ندارم بگم آقای وکیل. تو چی فکر میکنی محمود؟ قربان، به نظر من این دفعه موکل محترم ما که این آقا باشن بالاخونهشون اجاره دادن. چی؟ این حقیقت دوست من. مطمئن باش دادگاه حرفای تو رو قبول نمیکنه. شما چطور؟ شما باور نمیکنی؟ من وکیل تو هم. ناچارم باور کنم. اگه باور نکنم باید به خودم بقبولونم که باور کردم تا بتونم از تو دفاع کنم. اما یه چیزی هست که وادارم میکنم باور نکنم و اون اینه که اون دو نفری که علیه تو شهادت دادن ناپدید شدن. چطور؟ در حقیقت سر مبارک شما رو شیره مالیدن. من اسم و آدرس اونا رو گرفتم و رفتم دنبالشون، اما نتیجه نگرفتم. چه بچه، تنها دلخوشی من اونا بودم. میخواستم وادارشون کنم که حقیقت رو بگم. ناامید نشو، سعی کن پیداشون کنی. تنها راه چارت همینه. ناراحت نشو عزیزم، هنوز خیلی وقت داریم. حالا پاشو بریم ببینیم چی کار میشه کرد. باید مرتبا با هم تماس داشته باشیم. بسیار خوش. خدافظ. 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 فکر میکنم این جوان ریگی به کفشش نباشه. رضا، حالا میخوام این چیزا رو فراموش کنی و به حرفام گوش کنی. قول میدی؟ آخه چه قولی راجب چی؟ این سویچو بگی بشین پشت ماشین. پا بیژن چی؟ گفتم برو بشین پشت ماشین. ای نمیفهمم چی کار رو خبر کنم. خب حرکت کن. چی؟ گفتم را بیفت دیگه. بیژن اومد. یادت باشه شخصیت مرد به قولشه. تو مگه به من قول ندادی؟ به زودی میزنی زیر قولت؟ خیلی خیلی برو. خیلی یا
بیا بخور. چیزا جیگرت خنک بشه. بیا یه قاشق هم بیشتر نداریم بعد وقت دانی. هرم خوشمزه است؟ آره با... اینجوری ما شو آدمو میگیرن آه بیژن توی؟ باید جستا اینجا چیکار میکنی؟ نفهمیدم من باید جستم یا شما که رفیق نیمه رفتین و من خال گذاشتین و رفتین اختیار کردین بلتون میکنم بستنی من کو؟ من چه میدونستم تو اینجایی برو یکی باز خود بخر دیگه با عاشقم نداری ما چقدر بی معرفتن اصلا خوبی به شما نایمده بالاخره ما شما باها شد نگفتم پیدا مون میکنه آره بیژن باید کم کم عادت بکنی که داداش دبست مال خودش نیست انگار این رو از ما عکس گیرم پاس من منظوری داره من میرم دنبالش رو بشم این عکس وسیله خوبی برای ما باشه آینه لاتو را به جا نمیارم اول برادریت ثابت کن بعد ادعای ارث کن داش خدمت ما ارادت قبلی داره مگه نهیده تا ما را دید دومشو تکون داد مواظب حرف زدنت باش بچه منو عصبانی نکن پسر این میتونه خیلی چیزا رو برای ما ثابت کنه مثلا اگه بگیم قبل از کشته شدن عموی نوشین برداشته شده با یه توضیح مختصری میشه پدرشو قانع کرد که تو معشوقت دست به یکی کردین و عموشو کشتین که نوشین تنها وارث پدرش باشه و حالا نوشین تو رو آزاد کرده که پدرشو بکشی چرا شغلت به ما نسبت میدی نالتی؟ میخوام یه عربه یرشیم ما عکسو به پدر دختره نمیدیم تو هم شطر دیدی ندیدی کور خوندی جنم من شما رو تو آسمون دنبالتون میگشتم تو بر بیابون پیداتون کردم اون عکسم به ذره کوزه آبشو بخور فهمیدی چی گفت؟ بیشن که خونه دختره خسته نباشی رفیق میخوری موقع کار نوچ موقع کار چیه عربا خودشون بالا خوشه دخترش هم که رفته بیرون سننه خودم میخورم شد انگار یکی به اون لگد زد اون دیگه چیه؟ چی شدی؟ یارو رفت تو منزل شما الانم اونجا منزل ما؟ اون عاشقش
باید رفت دنبالش. باشم اینه اون هاشش. یعنی ممکنه نوشین تنها دختر من قاتل عموش باشه؟ من که فکر نمی کنم. بی خود خودت ناراحت نکن. این یه توته است، یه حقه خیلی کسی. آخه از این کار چه استفاده ای میبرن؟ چیو میخوان ثابت کنن؟ مقصودشون چیه؟ ردگم کردن عزیزم. خدا کنه اینطور باشه. حسنالله. بله قربان. نوشین کجاست؟ قربان صبح زود که رفتن بیرون هنوز بر نگشت. سلام پاپا. سلام و زهر مار. باز دیگه چی شده پاپا؟ رسولا تو برو. چشم بازم. گفتم برو بیرون. تو ببینم این چیه؟ دروغه. باور کن این دروغه. چی رو دروغه؟ دختره یه دیوونه. این عکس دروغه؟ نه پاپا. این نوشته. این نوشتم به اندازه همین عکس حقیقت داره. بابا! من دیگه دختر ندارم. متاسفم، واقعا برات متاسفم. این عکسو، این عکسو یک ساعت پیش از ما انداختن. با اون ریزه رو تهدید کردن که دنبال قضیه رو نگیری. پس معلوم میشه که عکاسم از آدمای پدرم. نه نه. چرا؟ چرا خودشی؟ چرا؟ توی این خونه باز یه خبرهای دستگیرمون بشه. آره عجب جای دنجی برای کاراشون انتخاب کردم. ببین چی میگم، تو همینجوری بمون، من میرم تو. تنهایی نرو، خطرناکه. گوش کن، اگه تو یه ساعت دیگه برنگشتم برو به وکیل تلفن بزن. خیلی خودتو خوب باید کنی. من رفتم. خدافظ. میدونم عزیز، خوب موفق شدی. امروز همه جا تعقیبتون میکردم، استرتر بس. بعدش هم که خودت میدونی مطمئن باش کارا خوب پیش میره. آره، هم تو نقشه ها رو با مهارت اجرا میکنی، هم من. خیالت هم از اون بابت راحت راحت باشه. خیلی خوب، گفتم که خیالت راحت راحت باشه. نه من خودم تعقیب میکنم. آره خوب. لود باش نگاه کن یالا. ببرینش تو. لود باشین، بیا. بیا مریم یالا. بریم بچه. بریم. بیشن اونا هنوز اینجا
نه داداش، هنوز آفتاب بود رفتن. برات ناراحت بودم نرفتم دنبالشون. بپکم خواهم در بشن بشکم ولی با اون کنی. خب داداش چه دی دستگیرش شد؟ آره همش برکت دست بخت تو دیگه. دختره؟ آره دختره. نه بابا. آره بابا. آره که آره معشوقش تو این خونه زندگی میکنه. منو فقط حالت دست کرده. من که باور نمیکنم. آره من باور میکنم. ببینم کسی مثل تو این خونه است؟ نه فکر میکنم کسی باشه. خیلی خوب. گاومون سعیدیه پنج خلو. یکی بهم زدی هنو دردش تو تنم مونده ناکه. خب تو هم بزن یا که دیگه نزد بکنم. آره چی شد ببخشید اشتباه کردم. ببخشید من بچه کوهتانم دم بزن دیگه. نکش سن نمیخوامش. زنده باشی داش. حالا حرف بزن بگو اربابت کجاست. همون که تو کشتش. فهمیدم. پس اینجا منزل عموی نوشینه. ولی من اونو نکشتم. من اربابمو خیلی دوست داشتم. روزی که مرد یه نفر اومد عکس تو رو به من نشون داد، گفت این قاتل اربابته. امروز به من گفت از زندون آزاد شده. من تمام شهر رو دنبالت گشتم، میخواستم بکشم. ولی ارباب تو جلو ماشین من هل دادن، همونو که امروز اینجا بودن. امروز که کسی اینجا نبود. چرا قاتلین اربابت اینجا بودن؟ منم زندونه کرده بودم. میکشمشون. بعد از این از این خونه بیرون نمیرم تا بیان. اون وقت چرا همینجا چالش میکنه؟ ببین بابا یارو دیوونه. دنبال تو. برای چی؟ برای دستگیری جناب عالی اومدن. باز چه تومتی به من زدن؟ تو متهم شدی که دیشب رفتی منزل دیباج و میخواستی اونو تو خواب کنی. اما من دیشب پیش وکیل بودم. ساعت 11 اومدی، ساعت 11 و نیمم رفتی. خب ساعت 1 بعد از نصف شب رفتی سراغ یارو دیگه. اما داداشم دیشب هفت پادشام خواب دیده بود. تو کار بزرگترها دخالت نکن بزباله. ببینم به تو یه دستبند داده بود، درسته؟ آره ولی من تو دعوا گمش کردم. گم کردی؟ آره
به همین شلی؟ حالا یادت افتاد که گم شد؟ اما من دیشب هزار جو بدبختی داشتم، هزار جو فکر تو سرم بود. ببینم اگه قیمتی بود. نه، اما واسه تو چه؟ را بیا پاشو بریم خونه آقای دیباج. این آقایونم که میبینی اومدن ببرن زندان. اما آقای وکیل ضمانت تو رو کرده که اول بریم خونه دیباج. پس بفرمایید بریم منزل آقای دیباج. بفرمایید. بریم. آقا تو رو خدا نبرین زندان. بسیار خوب، خیالت راحت باشه، نمیذارم ببرنش زندان. دیگه به اینجا میرسم. چرا اینجا؟ مگه منزل من زندانه؟ میخواستم با شما روبرو بشم. چه نتیجه ای داره آقای وکیل؟ نه. آقای وکیل اون. بسیار خوب، بگو باشه. من میخوام نتیجه بگیرم که این شخص هر کی هست خوب بلده رد گم کنه آقای دیباج. دیروز عکسی این به در منزل کوبیده و زیر اون نوشته قاتلین. در نتیجه سوء ظن شما رو متوجه رضا و نوشین کرده و یک ساعت بعد اون شخص با یک صحنه سازی دیگه برای رضا این توهم رو پیش آورده که قاتل نوشینه. من؟ دختر من؟ اجازه بدید. مجدداً دیشب این وضع پیش آورده که شما با نوشین نسبت به رضا بدبین بشید. نمیفهمم آخه مقصودش چیه؟ آه، مقصودش اینه که شما اصلاً مجال فکر کردن پیدا نکنین و در نتیجه خودش برای همیشه مخفی بمونه. خیال بافی نکنید آقای وکیل، قاتل رضاست، من شک ندارم. بسیار خوب، الان ثابت میشه. شما گفتید که دیشب اول سایه قاتل پشت در دیدید، بعد خودشون، درسته؟ بله همینطوره. اون پرده رو بکشید. خب من عیناً همون صحنه رو برای شما تکرار میکنم. لطفاً بفرمایید اینجا. جناب سروان شما بفرمایید اینجا. حالا اونجا رو نگاه کنید. چرا خودشه؟ بیا تو. اسدالله؟ بله، مستخدم شماست. من برای اینکه ثابت کنم همه سایه ها به هم شباهت دارن و از روی سایه نمیشه کسی رو شناخت، از مستخدم شما خواهش کردم که این کار رو انجام بده. متشکرم، بفرمایید. حالا مجددم به در توجه کنید. شماره دو. این یکی چطور آقایی؟ نه این نبود. بگیردش. اگه یادت باشه چند بار خواستی برای من تعریف کنی که خدا بیامرز عموتو چجوری جلوی ماشین رضا هل دادن، اما من قبول نکردم. بله درستی. خیلی خوب دخترم، حالا برام تعریف کن. آه پدرم. میدونم کجا ببرم. نه
نمیتونیم، باید نمانده دادستان بیاد. آقا جون، خانم جون، این آپارتمان مخصوص شما ساخته شده. نه آقا، نپسندیدی. آقا چرا نپسندیدی؟ اون که اشکال نداره، میتونیم بریم بیرون حموم عمومی. آشپزخونه هم نداره. اونم زیاد مهم نیست خانم جون، همه زن شوهرا غذاشون رو بیرون میذارن. بعد میاد خونه میره. اونم مهم نیست، بزنش رو. خوش دوست داره. چرا میذاره خانم جون؟ ما در بچه داریم. ولشون کن برن. بذار برن داداش، ما خونه تو اجاره میکنیم. دست شما درد نکنه آقا جون. ناچرتم. زنده باشی آقا جون. شما چند نفرید؟ ما دو نفریم، من و این. این آپارتمان رو برای شما ساختن. تشریف بیارین ببینین. اگه بچه‌م دارین جای کافی برای همتون هستش. نه داداش، درن آبا، میترسم مرغ قفس بپره. اتفاقا این ساختمون قفس خوبه. تشریف بیارین ببینین. من میگشتم به مشتریای مثل شما. من مطمئنم که از این آپارتمان خوشتون میاد. حالا بفرمایید تا اتاق رو یکی یکی خدمتتون معرفی کنم. عرضم به حضورتون. الو، آقای وکیل. این اتاق پذیرایی خیلی بزرگ و جا داره. برای مهمونی‌های بزرگ مناسبه. خیلی متشکرم که پسندیدین. این یکی هم اتاق نشیمنه، میبینید که خیلی با سلیقه ساخته شده. یه استن دیگه هم داره که خیلی مرتبه. میدونستم که میپسندین. بذارم آقای بخیر. مرسی. خدا. اینم که ملاحظه میکنین تلفن آپارتمانه. عجب آپارتمان خوبیه. بفرمایید اتاق پذیرایی رو ببینید. یه مرتبه توضیح دادی کافیه شنیدم. خوشحالم که شنیدین. اگه میخواستن دو دفعه توضیح بدن، شما هم با حق دلالی ما رو دو دفعه لیتون. ببین داداش، من آپارتمان فقط واسه چند روز میخوام. روز؟ آره روز، نه ماه، نه سال. خب چاره چیه؟ بالاخره برای چند روزی هم که شده یکی این آپارتمان اجاره کرده. بعد ببینم داداش. قربون درت. بری که برنگردی. اون در نبند. چرا؟ میترسم مرغ قفس بپره. اون قفس یا این قفس؟ در مازه چطوره؟ سلام علیکم. بچه سلام. بفرمی همینجاست. همینه؟ بله بله. ازمین زنگ بزنم. بله بفرمایید. سلام. ده دقیقه پیش سه تا مرد اومدن تو آپارتمان شما. من اونا رو دیدم. من تنها زندگی میکنم. همه همسایه ها اینو میدونن. بله من مطمئنم که اونا وارد این آپارتمان شدن. هنوز این تو هستم. ما مواظب بودیم. به حق چیزایی نشنیده. خانم من نماینده دادستانم. متاسفانه باید منزل رو بگم. اوه خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. بیایید. دیگه کی با اصلاست؟ دو نفر دیگه هم باش بودن. ببخشید آقا، این مردایی که دنبالشون میگردین جرمشون چیه؟ جنایت خانم. وای چه بد. کسی نیست قربان. قربان اینجا هم کسی نیست. اونجا هم کسی نیست قربان. خیلی معذرت میخوام خانم. خواهش میکنم. بعد طرف خود چی شدش؟ یا بی جهت خبر دادی یا خیلی دیو. بازم تیرت بسنگ. ولی من مطمئنم که اونا همینجا بودن. پس یه چیز دیگه. ماشین شون دم دره. راست بریم ببینیم. راست میگی. اون یکی ماشین منه و اگه اشتباه نکنم جیپم مال شماست. دیگه دارم دیوونه میشم. اون سری توه. ناامید نشو. همونطور که گفتی در آپارتمان روبرو مراقبشون باش. منتظر خبرهای جدید هستم. خداحافظ. باش. بریم ببینیم چطور میشه. ببخشید آقا، این آپارتمان شما اجاره کردی؟ بایزه شما خان خوشگله. امیدوارم برای همدیگه همسایه خوبی باشی. من هنر پیشم. اسمم ژیلا. خوشوقتم. من اسمم ویژنه. داشم آقا رضا. آقا رضا ایشونه. بله خوشوقتم. خواهش میکنم زودتر تشریف بیارین اینجا. بله بله بله، مستخدم دیباجو، اون دو نفری که علیه من شهادت دادن همشون جمعن. چی؟ بله بله مطمئنم. دارن یه بلایی سر زن همسایه میارن. من مواظبشون هم تا بیان. زود سر بیان.
ببینم کجا میری بدبخت. به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو این چمه دون چی؟ لباسامه، میخوام برم مسافره. نمیذارم فرار کنی. برم برم زود باشیم، عجله کنیم. از خونه من چی میخوایی؟ چیه؟ چه خبره؟ جناب سرور نذاریم فرار کنیم، اون زن همسایه را این کشته، این کشته. زود برید بالا، اون چراغ را روشن کنیم، بلش کن ببینم. بگیرینش. زن همسایه خود من هست. این مرد دیوونه. دروغ میگه جناب سرور. ببینه از چمدونش داره خون میچکه. خونه رو ببینه. خون؟ دیدی دروغ میگه؟ این مرد دیوونه بلای جون من شد. ترتیبی بدید این ساختمون رو تخلیه کنه. شنیدی؟ من کارم دیر میشه، اجازه میدید برم؟ خواهش میکنم. متشکرم. خدا. خب شما برید. من شنیده بودم تو آدم خیال بافی هستی، حالا مطمئن شدم. رضا، متاسفم که میخوام یه خبر بدی بهت بدم. من دیگه نمیتونم به کارم ادامه بدم. از وکالت تو صرف نظر میکنم. امیدوارم که یه وکیل خوب پیدا کنی. نه شما نباس منو تنها بذاری. خیلی متاسفم. ولی باس من کمک کنه. من تو بر تله گیر کردم. خیلی نمیدونی با چه زحمتی موفق شدم وکیل راضی کنم. مگه راضی میشد؟ والا خود من دیشب رفتار اون زن هنرپیشه هر که دیدم شک کردم. یه هوی شک کم که من دیوانم میشه این که عاقلم. اما خب شما زنها هم دیگر بهتر میفهمید. بریم ببینیم چی میشه. بده شام اینجاست. همین ساختمون. این لکه های دیوارو بگیر، این سوراخارم یه کاریش با کن، این درم یه رنگ نصف نفت بزن که رنگ نده. خیلی خب با ما دیگه کاری نده. نبا قربونه تو خوش اومده. ببینم این آپارتمان خالی شده. بله از برکه دیوونه بازی های تو اون خانم خوشگله اونر بیشه اینجا رو خالی کرد و رفت. من چه میدونم؟ بیداش. این راستی شما ازدواج کردین؟ نه. دو تا اتاق خیلی خوب دارم. دو درازی نخواهد کنه؟ خیلی خوب بچه تو پشم فواره. اینا شو اسباب کشی کرده و رفته. ناراحت نشو، بالاخره موفق میشی. هی این عکسشه. راستی؟ آره. خب شاید با این عکس بتونی پیداش کنی. تنها امید اونم از بین رفت. ولی چطور؟ تو که گفتی اون هنر پیش از خوب، برو به جاهایی که اینا میرن شاید بتونی پیداش کنی. خوب فکری. آره بیا بریم. دل میبره نادم. سلام. باشین اجازه هست یه سوال کوچولو ازتون بکنم؟ اول بگو یه کوکتل برام بیاره. یه کوکتل بیار آقا. حالا اجازه میده؟ یه دقیقه. خب بگو جونی. ببینم شما این خانمو میشناسین یا نه؟ نه. حالا حرف بزن. از چی؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن، خانم هنر پیشه. یادم ایسن حرف بزن. قاتل
بابتا. مرخصی. آفرین. سلام بیشم. حالی چطوره؟ علیکه سلام. بستنگ تموم. بفرمایید. پارسال دوست امسال آشنا چه عجب این وقت شبیه یاد فقیر فقرا کردیم. بفرمایید. میدونی تو خونه حسنم سر رفته بود. این روزا خونه ما خیلی سوت و کوره. هیچ کس نیست. بعد از اون اتفاق پدرم همه مستخدم هنوز پیداش نکرده؟ نه امروز هم مثل پیروز صبح زود رفت دنبالش. بشین الان هر جا باشه پیداش میشه. الو سلام آقای رئیس. رضا اومده بود اینجا منو پیدا کرد. منم به دستور شما قاتل رو بهش معرفی کردم، اما با تهدید آدرس منزلمو گرفت. چی؟ همین الان حرکت کرد رفت دنبال قاتل. بله حاضره. اتومبیلت چی؟ همینجا جلوی در منتظره. خب عزیزم اگه دلت میخواد همین الان برو شمال. منم یه مقدار کار دارم که الان توسط دیکتافون برای منشیان میفرستم و صبح زود با دخترم میام. امیدوارم که نوشین مخالفت نکنه. عزیزم نوشین که بچه نیست، بالاخره باید حقیقت رو قبول بکنه. از جانب اون نگران نباش. خب خدا نگهدار. منو نمیبوسی؟ چرا دوست دارم. امید دیدار عزیزم. منم دوست دارم عزیزم. سفر بخیر. دوشنبه، فردا، پرداخت حقوق کارمندان و کارگران کارخانه، دریافت وجوه ماهانه از نمایندگی ها و دستور تحویل اجناس جدید کارخانه به آنها. شرکت چنگیز در جلسه تبلیغاتی برای معرفی اجناس جدید کارخانه بعد رفتن چنگیز به نزد وکیل برادر ناکامم برای رسیدگی به اموال منقول و غیر منقول او و ضبط اموال مقتول به نفع قاتل، درسته؟ چی میگی رضا؟ مقصودت چیه؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ هنوز میپرسی چرا اینقدر عصبانی هستم؟ تو که میخواستی برادرتو بکشی چرا تهمتشو به من زدی؟ رضا چی داری میگی؟ مطمئنم که سوء تفاهمی پیش اومده. من دیگه اشتباه نمیکنم. من مطمئنم که قاتلو گیر آوردم. اگه مقصودت منم بازم اشتباه میکنی. چطور ممکنه من تنها برادرمو بکشم؟ چه نفعی از این کار میبرم؟ حالا برات توضیح میدم. ناصر برادر ناتنی تو بود، یعنی پسر مادرت از شوهر دومش، درسته؟ بله. ولی چه ربطی به موضوع داره؟ قبل از مرگ مادرتون به آمریکا رفت، ولی تو خبر مرگ مادرتو به اون ندادی. برای اینکه نمیخواستم ناراحتش کنم، میخواستم به تحصیلاتش ادامه بده. بعد از مدتی ناصر به ایران برگشت و خبرو شنید و بین شما شکراب شد. فقط برای اینکه به موقع اون خبر شومو بهش نداده بودم. هم برای اون و هم برای اینکه حاضر نبودی سهم اون از میراث مادری بهش بدی. دروغه. من تمام ثروت مادرمو به اون بخشیدم، چون من خودم احتیاجی به اون پول نداشتم. پس چرا وقتی به آمریکا رفت گفت من دیگه برادر ندارم؟ و چرا دو ماه پیش که بی خبر به ایران برگشت به اون وضع فجیع کشته شد؟ میبینی که جوابی نداری بدی. من با اطلاعات کامل پیش تو اومدم. میدونی رضا، باور کن از روز مرگ برادرم تا امروز من هزار بار این سوالا رو برای خودم مطرح کردم، اما نتونستم جواب قانع کننده ای به خودم بدم. تو دروغ میگی. جواب همه این سوالا رو داری، همه چیزو میدونی، اما خودتو به نفع نمیذاری. تلاش میکنی تا بتونی راه نجاتی پیدا کنی، اما من نمیذارم. من اعتراف میخوام. من اعتراف میخوام. بذارونو خودت هم بکیده بگو باید من میخوام. بردار کمک کمک. لعنتی سر شده را انداز. تو میتونی منو بکشی پسر، ولی موفق نمیشه اون چیزی رو که میخوای پیدا کنی. موفق نمیشم. وقت خیلی خب از رای دیگه ای وارد میشم. همین فردا صبح تمام اطلاعات در مورد تو همکارانت در اختیار پلیس میذارم.
همدیگه رو میبینیم آخه دیباج. ساعت 11 شد، من دیگه باید برم. اکه کار دنیا رو ببین، هر شب دراشان زود میومد خونه، اما امشب که نامزدش اومد. درست فردا بیژن. راستی به رضا بگو که فردا من و پدرم میریم به شما. خیلی خوب، اگر شما هم تونستید بیاید. ای بچه شیطون، شب خیر. یه هفته به اینجا اومد، اصلا من دیگه حاضر نیستم برای شما ها کار کنم. از وقتی که شما وارد زندگی من شدید همش فرار کرد. خیلی حرف میزنی. یالا از خونه من برید بیرون، وگرنه داد میزنم و همسایه ها رو خبر میکنم. این کارو نمیکنی. چرا میکنم؟ صبح بخیر آقا. بیا تو ماشین من کارت دارم. چشم، اتفاقا منم با شما کار داشتم، میرفتم دفترتون. سلام علیکم. سلام علیکم. چیه تو مگه سلام اضافه داری که میگی سلام سلام؟ خوب به حرف من گوش کن رضا. ما الان داریم میریم منزل دیباج، تو هم باید اونجا حاضر باشی. نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. دیباجو کشتن. نه نه، اون نجمه یه ضربه تو سرش بنگ جا به جا مرده دنگ. ایبا من دیشب پیش اون بودم. جدی میگی؟ به حالا دیگه بیا و درستش کن. یعنی میخوام بگی من چیزی ندارم بگم، تو تعریف کن ببینم دیشب چرا رفتی اونجا. اما نتونستم جواب قانع کننده ای به خودم. دروغ میگی. جواب همه سوالا رو داری، همه چیزو میدونی، اما خودتو به نفع میزنی. تلاش میکنی تا بتونی راه نجاتی پیدا کنی، اما من اعتراف میخوام. من اعتراف میخوام. زبون خودت همه چیزو بگو وگرنه میکشم. بردار کمک دوران انداز لعنتی سرسده را انداز. تو میتونی منو بکشی پسر، ولی مواب نوار تموم شو بردن. ولی فکر میکنم ما رو به هدف نزدیک کرده باشه، اینطور نیست؟ سلام آقایون. قاتل، آدم کش. من؟ نه. دستگیرش کنید. لطفا صبر کنید. گفتم دستگیرش کنید. وایسا. قربان از اون طرف هست. ساعت 6 بهش بزنیم. چشم دکتر. چیه؟ تکون نخورید آقا، باید استراحت کنید. از اتاق عمل تازه اومدید بیرون. اتاق عمل؟ بله، حتما میدونید چرا. بله میدونم. بخشید من کی آورده اینجا؟ یه راننده تاکسی. مواظبشون باشید، به پلیس اطلاع دادیم، فردا صبح میان ببرنش بیمارستان زندان. چشم.
انگار تر حال نیستی. من تردم شجا، جایی رو ندارم برم، به تو پناه بردم. خوش اومدی. ما مردم فوزون وقتی یکی به امون پناه بیاره تا عم داریم غلامشی. باش بریم، باش بریم که تو باید استراحت کنی. باش علی. سلام، میرم نوشینو ببینم. سلام خوشگل خانم. آه سلام بیژن، حالت خوبه؟ کجایی تو؟ من که همه جا هستم، تو پیداد نیست. داشتم خیلی ازت دلخوره. چی؟ نفهمیدم، پدرمو کشته تازه بازم دلخوره؟ نوشین تو چطور میتونی این حرفو بزنی؟ داشتم قاتل نیست، تو که خوب میشناسیش. خب اگه قاتلون نیست پس قاتل کی؟ هنوز هیچ کس نمیدونه. من اومدم تو رو ببرم پیش رضا، خودش همه چیزو برات میگه. نه بیژن، من نمیام. نه تو نمیری، نمیشه. دپاشو بری. نه من نمیام. بیا دیگه ناز نکن. نمیام. بسیم که پسرم تو ماشین بود. همراه من بیاییم. برو. خوب کلکی بهشون زدیم ها. آره. بای. پلیس داره تعقیبمون میکنه. ای داده بیداد، حالا چیکار کنی؟ با این وزن نباید بریم پیش رضا. با کجا؟ نمیدونم. سب کن. یک فکر خوب، منزل چنگیز پیشکار پدرم سری راهه، میریم اونجا. انگار دیگه کارمون تمومه رئیس. تا اینجا نقشه خیلی خوب انجام شده، بعد از اینم باید دقت بیشتری تو کارها بشه. حالا نوبت دخترم. وقتی نوشین از بین بره دیگه کسی از خانواده دیباج باقی نمیمونه و در نتیجه ما خیلی راحت به مقصودمون میرسیم. و این کار باید همین امروز انجام بشه، چون فردا دادگاه غیابی رضا تشکیل میشه و اونو به جرم سه فقره قتل که انجام نداده محکوم به مرگ میکنه. ضمناً من امروز باید برم شمال به ویلای آقای دیباج، رئیس اونجا منتظرمه. مامی این جنایت رو به دست تو انجام گرفت. ولی متاسفانه بگیرینش، بگیرینش. چی میگی بچه؟ جون شما راست میگم، برین نجاتش بده. اون آدم کشای فاسی هستن، تا حالا چند نفرم کشته. بیاد پایین، زود باشی. یا الله عجله کنی بچه ها. باربند باربند پلیس ها، پلیس ها وارد ساختمون شده. میارزه ها ناتون مثل از بچه بچه نیم وجبی بر بیان. یا الله عجله کنیم، فرار کنیم. جالبه.
سرباز خبری نیست. بله قربان، کسی تو ساختمون نبود. بسیار خوب قربان، همه جا رو گشتیم. این بچه یا دیوونه بوده یا خیلی شیطون. بیاید بریم. بس چه پولیس رو نمیتون بفرمایید. نه خیلی خب بچه، شما برگردید سرگوشی ها بدید ببینید پلیس ها چی کار کردن. اگه دختر رو نجات دادن باید همین امشب کلکشو بکنید. اگرم پیداش نکردن بقیه یه دیوار بیارید بالا، منم میرم شما. خیلی خب برید دیگه. باشه ری. بینا تو مطمئنی نوشین با خودشون بردن؟ آره نوشین حتما تو این خونه. جای عجیب غریبیه. شنیدی؟ آره آره آره. اینا شده بودم. پدرم و عمو چنگیز کشته. الانم رفته شمال. بابا سر نمیدونم. خلاصه نمیدونم اونجا با کی قرار دارم. خدا رو دیدی نوشین؟ دیدی داداشم آدم کشنی؟ آره قیابی تشکیل میشه. تو رو محاکمه میکنه. تو باید چنگیز رو دستگیر کنی. فعلا بهتره از اینجا بریم. کجا؟ شما باید اینجا زنده به گور بشین. یالا بچا. نتونستیم پسشون بر بیارم. یارو رفته شمال دنبال رئیس. ما چی کار کنیم؟ شما برید دنبالش، من کارا رو رو برا میکنم و بعدا میام پیشتون. خیلی خوب باشه. خیلی خوب وقت طرف نکنیم. را بیافتیم. یالا الو شو. اینا رو به اقوال داشتم بهت گفتم. آخه هر وقت خون نیست من نمایندشم. شب بخیر. خدافظ. بزن بهش، برو بقید، دود باش بزن بهش، یلا
کجا میره؟ برگردیم بچه ها. بشین پشت رو. حال بدین. زود باشین. که سر هزار کم چنون پیسید جلام که پاره گوشتم رو ترمز خلاصه با هزار مکم بعدم بغلش رد کرد. بفرما بفرما دیگه داشت بفرما یه لقمه بزن با قربونت برم. یه گرفتاری واسم پیش اومده که حال خودم نیستم. به صاف کامیون بگین یه تاک با میرم سر این پیچ و فلفل برمیگردم. زود یعنی برمیگردم. باز ببینم صاف کامیون خود منم کجا میره. ناکش باز ببینم. باز بده بچه ها بالا و توشو ببینین. زود باشین معطل نکنیم. اینم حتما رفته تو دره. بیاین اونجا رو خوب بگردیم. داشت قربون دسته همینه. میگرده میشه. بیان برای سرش نیورده باشه. این ناکس چطوری نارو کوفته اون کرد. ای بر پدرت لعنت. خواب میگفتی خودم میرسوندم دیگه. چرا بر تو بیامون علاق کردی؟ من فقط داشتم از روی ناراحتی با راننده میرخصیدم. عیبی داره؟ ممکنه ما رو تنها بذاری؟ البته. خوش باشید انشالله. امیدوارم برام خبرهای خوشی آورده باشی. اول تکلیف منو با این راننده بی ادب معلوم کن. به عکس تو من از اول از این راننده بدم میومد. اینقدر حسودی نکن عزیزم. تو خیلی خسته هستی. بریم برات مشروب برسیم. آیا احمد؟ بله قربان. برو محمود صدا کن بیاد. چشم. خیلی خوب، حالا دیگه از خانواده دیباش کسی باقی نمونده به جز من. به جز تو؟ آره، هست که انتظار شنیدن این حرفو نداشتی. ولی درسته، چون من زنش هستم و تنها به یه دلیل نمیتونستم این موضوع رو افشا کنم، اونم وجود نوشین بود. پس تو تنها وارث ثروت دیباجی. امیدوارم قولی که داده بودی فراموش نکرده باشی. درباره این موضوع بعداً مفصلا صحبت میکنیم. من فعلا خیلی ناراحت هستم و برای نشون دادن مدارکم باید به تهران و به دادگاه برم. تو هم همینجا بمون تا من برگردم. البته من سعی میکنم زیاد در انتظار نذارم. اینطور بهتر نیست که اول تاریخ ازدواجمون رو معین کنی؟ تو اینجوری میخوای؟ آره. ازدوار 4 ماه بعد از این تاریخ. منو پرویز چطوره؟ ولی تو به من قول ازدواج دادی و من به خاطر تو دستای خودم به خونه 4 تا بیگانه ها آلوده کردم. بله البته،
اما من چطور میتونم زن یه جنایتکار باشم؟ از کجا معلومه که نفر پنجم خود من نباشه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ من هر کاری کردم به دستور تو کردم. او راست میگی. اما تو مدرکی علیه من نداری. ولی من مدرک کافی علیه تو دارم. تاریخ ازدوار 4 ماه بعد از این تاریخ. منو پرویز. چطوره؟ ولی تو به من قول ازدواج دادی و من به خاطر تو دستای خودم به خون 4 تا بیگانه ها آلوده کردم. بله البته. حالا فقط برای تو دو راه مونده. یا صدات در نیاد یا بری بالای دار. لعنتی میکشمت. دارید ببرید تو کلبه زندانیش کنید تا سر فرصت حسابی رو برسید. خب دیگه خیالت راحت باشه. نقشه هم چقدر خوب عملی شد. خب دیگه حال من باید برم تهران. عجله کن عزیزم. میباس رئیس میزش اوراقش میکرد. آره با تو موافقم. خب بریم یه گیلاس بزنیم یه ریز حالی. سلام بچه. سلام. درسته که تا حالا چنگیز به شما دست داده، ولی برای شما نباید فرق کنه. هر کسی به شما پول میده اون ارباب. درسته؟ چرا قربون، ارباب ما پوله. درسته بچه؟ درسته. خیلی خب گوش کنید، من بیشتر به شما پول میدم، پس از این به بعد برای من کار کنید. باشه قربون، ما فقط واسه شما کار میکنیم. درسته بچه. خب بریم سراغ چنگیز. شما باید کارشو یه سری کنید. پشت برگردیم با ماشین بریم بچه. یلا برو تو. برو تو. گاز بده تونتر برو، نبوسه چنگ اون دره. چند سوال مختصر دارم خانم. اگه فراموش نکرده باشم، شما گفتید چند ماه پیش با آقای دیباج ازدواج کردین، درسته؟ بله آقا. ممکنه بپرسم تا حالا کجا بودی؟ من که یه دفعه بهتون گفتم رفته بودم شمال، قرار بود شوهرم و دخترشم بیان. نیومدن؟ نه خیر نیومدن. شما از غیبت اونا ناراحت نشدید؟ اوه خیلی، مرتبم با کارخونش تماس میگرفتم. چنگیز معاونش همیشه به من میگفت که نیست یا اینکه گرفتاره. از این خبرم تا دیروز بی اطلاع بود. چه این خبر به شما داد؟ چنگیز. پهلوی شما اومد؟ بله اومد.
این خبر رو داد و رفت. متشکرم. دیگه از این خانم سوالی ندارم. فقط شاهدی که من معرفی کردم به دادگاه احضار بفرمایید. نمیذارم تو منو ببری صاف کن. شنیدید آقای رئیس، چنگیز میخواسته نوشین آخرین فرد باقی مانده از خانواده دیواج رو زنده به گور کنه و این چنگیز همون شخصیه که به شمال رفته و با خانم دیواج تماس گرفته. آقای وکیل، از این صحبت چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میخوام نتیجه بگیرم که این جنایات به دست چنگیز انجام گرفته و شاید خانم دیواج هم از کارهای او اطلاع داشته. چون متهم با فرار خود از چنگ قانون اتهامات وارده را ثابت کرده و خود را گناهکار می داند، لذا دادگاه متهم را قیاباً محکوم به اعدام می نماید. نه اینطوری، من قاتل نیستم. قاتل این شخصی که با این سر وضع آراستش همه را زور می زنه. بفرمین الان جلو چش شماست. خودتون رو معرفی کنید. چنگیز والی. خب ادامه بدید، چه حرفی دارید بزنید؟ اون درست میگه قربان، قاتل من هستم، اما محرک اصلی شخص دیگه ایه. نفهمیدم، گفتید شخص دیگه؟ جا حضور داره؟ بله قربان. به دادگاه معرفیش کنید. اونه، فرار کرد قربان. ما در تعقیب دو اتومبیل مظنونی هستیم که به طرف کرج میرن. مشخصات اتومبیل ها ام جی قرمز کروکی شماره 9713 و بنز آلبالویی 41-44. بعدی آقود هست که چه
بیشتی عبده نارد دیگه همشی خیلی وحشی عبده بیشتی آخه نونت نبود آبت نبود آدم کشی چی بود کجا داری فرار میکنی زیر قله خواب هم بره گیره تو میاره فکر کردیم این سادگه میتونی نچن یا دری عجب این معرفت هایی هم بولی اونو هاش شام سر باشه داره میسوزه باید جریانم به دادگاه گزارش کنم که خبر نداره همچی که رسیدم تهرون میبرم یه راست تحویلش میدم دادگاه کی آن که با غم من و تو آشنا کی آن که قلب او به پاکی فرشته ها